سلام عرض ادب حضور شما دوستان و سروران گرامی دوستان عزیز با درس چهارم ام از آموزش اصطلاحات و عبارت های کاربردی انگلیسی در خدمت شما عزیزان هستم درس چهار رو شروع میکنیم lesson 4 heart patient walks home fast asleep دوستان عزیز patient دو تا معنی داره اگر اسم باشه به معنی بیمار هست اگر هم adjective یا صفت باشه به معنای س... در واقع با حوصله یا به معنای صبور هست. اینجا اسم به معنای بیماره پس میگه heart patient walks on fast sleep. بیمار قلبی در خواب عمیق به خانه میرود. fast sleep یعنی در خواب عمیق بودن یا در خواب عمیق رفتن. Leeds England Michael Turner 48 is in the hospital. خب این داستان مربوط به لیدز انگلستان هست. مایکل ترنر، مایکل ترنر 48 ساله در بیمارستان هست. He's getting over a heart attack. He's getting over a heart attack. دوستان get over means to recover from an illness یعنی از یک بیماری بهبود پیدا کردن پس معنی جمله چی میشه he is getting over a heart attack ایشون داره بهبود پیدا میکنه حالش بهتر میشه از یک حمله قلبی There are heart monitors and alarms next to his bed. میگه وجود داره مانیتورهای قلب و سیستمهای هشدار دهنده next to his bed در کنار تختش one night while turner is sleeping یه شب موقع خواب موقعی که ترنر خوابه he unhooks the machines unhook یعنی قطع کردن دوستان عزیز از برق درآوردن ایشون قطع میکنه این دستگاه ها را He turns off the alarms خاموش میکنه دوستان عزیز turn off متضاد turn آن هست turn آن یعنی روشن کردن turn off یعنی خاموش کردن he turns off the alarms او خاموش میکنه سیستم های هشدار دهنده رو then he gets out of bed دوستان get out of means to leave a place یعنی ترک کردن یا بیرون اومدن میگه سپس او بیرون میاد از داخل تختش He gets on the elevator and goes to the street Get on یعنی سوار شدن ایشون سوار آسانسور میشه و میره به خیابون It's raining داره باران میاد Still fast asleep که عنوان درسم خدمتون توضیح دادم یعنی در خواب عمیق بودن میگه هنوز هم در خواب عمیق هست He walks five miles to his house ایشون پیاده میره پنج مایل به خانهش یعنی پنج مایل رو پیاده میره به خونه His wife opens the door uh, Hello, I was jogging, he tells her خانومش در رو باز میکنه و میگه uh, Hello, I was jogging سلام من داشتم پیاده روی میکردم دوستان جاگ همون آهسته دویدن یا در واقع خودتون رو گرم کردن قبل از ورزش میگه که من داشتم پیاده روی میکردم هی تلز این آقا به خانومش میگه ترنر says. ترنر says. هی دازنت remember anything about هیز واک آقای ترنر میگه که هیچ چیز رو به خاطر نداره به خاطر نمیاره در مورد اون پیاده روی I don't know how I got home میگه من نمیدونم چطور من به خونه رسیدم دوستان got گذشته ای get هست یه فعل بیقایده هست Turner is now back in the hospital be back be back یعنی برگشتن Turner الان برگشته بیمارستان and getting better get better means to improve or become healthier یعنی بهتر شدن و پس چه شد معنی کل جمله ترنر از نو بک ان دی هاسپیتال اند گتینگ بیتر ترنر الان برگشت به بیمارستان و وضعش داره بهتر میشه خب دوستان عزیز اینم از بخش اصلی داستان بریم اصطلاحات و عبارت های جدید این درس رو با هم دیگه کار بکنیم New idioms and expressions اصطلاحات و عبارت های جدید درس The first expression is be fast asleep. Be fast asleep. It means to be sleeping deeply. در خواب عمیق بودن یا در خواب عمیق فرو رفتن. For example, when I went upstairs five minutes later, he was fast asleep. میگه وقتی که من پنج دقیقه بعد به طبقه بالا رفتم او هنوز در خواب عمیق بود. The second one, get over something. Get over means to recover from an illness. یعنی yani بهبود پیدا کردن از یک بیماری. Uh, it will, for example, it will take him a long time to get over an illness. It will take him a long time to get over an illness. یعنی yani مدت زیادی طول خواهد کشید تا ایشون از این بیماری بهبود پیدا بکنه و خوب بشه. Uh, عبارت بعدیمون هست turn something off uh, خدمتون هم کردم turn off دوستان متعزاد uh, عبارت turn on هست turn on اینو روشن کردن turn off خاموش کردن یه توضیح انگلیسی هم براش هست stop a machine or the flow of water electricity or etc دوستان ETC در واقع شکل کوتاه شده ای اتسترا هست و غیره پس خاموش کردن یا جریان آب و برق رو قطع کردن For example Before going out, I always turn off the lights Before going out یعنی قبل از بیرون رفتن من همیشه لامپ ها رو خاموش میکنم عبارت بعدی من هست Get out of Or get out of something It means to leave یعنی ترک کردن یا بیرون آمدند. For example, leave a bed, leave a car, leave a bath, leave work, leave class, leave a school and etc. <coughs> خب for example, I didn't want to get out of my room but my dad forced me. من نمیخواستم از اتاقم بیرون بیام، اما پدرم یا بابام مجبورم کرد. دوستان force یعنی مجبور کردن. عبارت بعدیمون هست get on get on something it means to enter an elevator آسانسور a, a plane هواپیما a train قطار a bus اتوبوس or a ship یا کشتی پس شما عبارت get on میتونید با اینها استفاده بکنید for example I got on a bus and went home من سوار اتوبوس شدم و رفتم به خانه عبارت آخرمون هست be back be back means be again in a place you were before یعنی برگشتن به مکانی که شما قبلا اونجا بودید پس دوستان be back یعنی برگشتن for example she left earlier but she should be back soon او زودتر رفت left گذشته leave هست یعنی ترک کردن و رفتن earlier یعنی زودتر او زودتر اونجا رو ترک کرد بات شی شد بکسون اما به زودی باید برگرده خب دوستان عزیز اینم از درس چهارم آموزش اصطلاحات و عبارت های انگلیسی امیدوارم براتون مفید باشه اگر از این صف ویدئوها خوشتون اومد ویدئو رو پس پسندیدید ممنون میشم لایک بکنید کامنت بذارید و از ما حمایت بکنید موفق و پیروز باشید